امینی، افتخاره که یک جلسه دیگه هم خدمتتون هستم با دوره فوق‌العاده نتورک پلاس. امیدوارم تا اینجا کلاس رو لذت برده باشید و براتون کافی و کامل بوده باشه. بچه یکی از موقعی دیدن آی پی کم میاد، یکی از روش هایی که پیش گرفتن تا بحث کمبود آی پی رو جبران کنن این بود که اومدن گفتن که خب ما بیاییم آی پی ها رو به دو دسته پرایویت و پابلیک کنیم. آی پی پرایویت، هر آی پی که تو کلاس آ با 10 شروع بشه، هر چیزی که تو کلاس بی با 172 16 تا 172 231 شروع بشه و هر چیزی که تو کلاس سی با 192 168 شروع بشه. گفتن دم شما گرم. بعد دیدن باز اینترنت آی پی کم میاد، گفتن یه مفهومی بسازیم به اسم نت یا نتورک ادرس ترنسلیشن. گفت آقا من روترم آی پی پابلیکه، اوکی، آی پی پرایوت برسه بهش که بخواد از این رد شه، مثلا با این روتر منه بازوی این وریش آی پی پابلیکه، بازوی این وریش آی پی پرایوت. درخواستی که میاد سمت این از پرایویت اگر باشه برسه به دست روتر، روتر اینو دراپش میکنه. گفت چی کار کن؟ گفت بیا درخواست ها رو بده تحویل اون آی پی پابلیکه، اون آی پی پابلیکه بده بیرون. مثل چی؟ مثلا تو دفتر ما، آقا من دفتر ما مثلا 4 اتاق داریم و تو آشپزخونمون هم چون من آدم شکمویی هم همیشه کلی چیزای خوشمزه داریم ها. بعد اگه این توی یخچال ما مثلا یه شاگرد الان اینجا بیاد بره دست کنه مثلا برداره، بچه‌ها بهش گیر میدن. آه تو چی هستی داری میری؟ ولی فرض کن مثلا من الان تو این کلاس دارم درس میدم، 15 تا 20 تا شاگرد نشسته سر کلاس، بعد یه دفعه یکی از بچه ها میگه چی؟ مهندس من مثلا قهوه میخوام، یکی میگه من تیرامیسو میخوام، یکی میگه من کله پاچه میخوام، یکی میگه من قرمه سبزی میخوام، یکی میگه من پفک میخوام، آه هر کی یه چیزی رو میخواد. بعد من میرم اونجا مینویسم اینا رو، بچه ها هیچ جا نمیرن، بچه ها همینجا میمونن. میرم تو آشپزخونه میگم آقای مهندس ارجمند لطفا اینا رو به من بده. آقای مهندس ارجمند به من میگه که آقا اگه اینا رو خوردی اسهال میگیری به خدا، چون در هم پر هم میشه دیگه ها. پس در نتیجه همه چی به اسمت من تموم شه، من میگم میخوام، بعد اینا رو ازش تحویل میگیرم، بعد اینا رو ازش تحویل میگیرم، موقعی که رسیدم برگشتم میگم چی؟ میگم که آقا اوکی این چیزا رو من میخواستم. حالا میام اینجا نگاه میکنم، آها اوکی، مثلا زهرا تو اینا رو میخواستی، امین تو اینا رو میخواستی، اتابک تو اینا رو میخواستی، و اینا رو به بچه ها تحویل میدم. داستان اینجوری نکنی، الان آی پی پرایویت داره مثلا روترمون، کلاینت همون از رنج 10.1.1.1 هن، گیتویشون 10.1.1.100 بکت ها رو میدن تحویل اینجا، مثلا اینجا آی پی پابلیکه، مثلا تو اینم پرایویت ها، درخواست ها رو میدن تحویل اینجا. نگاه پکت از مبدأ در 1.1.1 که به مقصد 192.168.1 ولی به اون پی میرسه دست روتر، مبدأ عوض میشه و اون آی پی بیرونی روتر میرسه و بسته موقع میرسه تحویل این دستگاه این رنج بیرونی هم میبینه. حالا موقع جواب میده میرسه دست روتر، دوباره روتر میاد دیگه این دفعه مثلا تو مقصدش دوباره آی پی روتر رو نمیشه 172.16.100 این عوضش میکنه، دوباره اون آی پی رو میده تحویلش. اوکی؟ یه سری اصطلاحا داریم تو این شکل بچه ها که متاسفانه مثلا کسایی که میکروتیک مخصوصا کار میکنن، این اصطلاحا رو خوب بلد نیستن، مثلا فقط نت میزنه، میره تو منوی آی پی فایروال نت یه بلاو میزنه، اکشن مسکیوریت. آقا اولا سورسر یعنی همینی که من گفتم، کلاینت شبکه داخلی بخوام برم بیرون، اوکی؟ یعنی ولی همه چی به اسم آی پی پابلیک تموم میشه. ولی لیستنشن نت یعنی چی؟ مثل اینکه بچه ها من یه اتاق دارم پر متخصص، مثلا متخصص مانیتورینگ، متخصص سی شارپ، متخصص پایتون، متخصص فایروال، هر چیزی. حالا هر کسی به من میگه آی فرعی فلان چی بلده، میگه آره. میگه فلان چی بلده، میگه آره. میگه طرفه بلده، میگه آره. میگه اندروید بلده، میگه آره. انگار یه دلال. حالا بعد که کارا رو گرفتم میام اینجا میگه آها پروژه پایتون مال آقای ارجمند، پروژه سی شارپ مال آقای مکاره، پروژه فایروال مال خانم تورپور مثلا، آه پروژه مانیتورینگ مال آقای اسکروچی. پس میام اینا رو تقسیم کنم، ولی همه کار رو به اسم خودم تمام کنم. این میشه دیستنیشن نت، سورس نت و دیستنیشن نت. حالا داستان نت اینجوریه که درخواست من موقعی که میخواد بره بیرون، اگه من جای آی پی پرایویت دارم، این برام باید آی پی پابلیک داشته باشه. ولی معمولا واقعا به تعدادش نیست، مثلا یه آی پی پابلیک دارم با کلی آی پی به قول معروف پرایویت، اینجاست که مفهوم اتفاق میفته تحت عنوان پت یا پورت ادرس ترنسلیشن. میگه اوکی همه این کلاینت ها همه درخواست اینا رو روی آی پی پابلیک نت میکنم، ولی بر اساس پورت، مثلا میگیم نفر اول رو پورت
7000 درخواست داده، یکی رپورت 8000 درخواست داده و اینا رو مدیریت میکنم تا اون درخواستایی که اینا دارن به درستی سرویس داده بشه. یه سری اصطلاح داریم مثل اینسایت لوکال و فلان و اینا. اینسایت لوکال اون خود کلاینت منه و بازوی سمت شبکه داخلی من، بازوی سمت شبکه داخلی من و رنجش چه حالا آی پی که رو روترم وجود داره اوکی و چه آی پی که رو کلاینت هم وجود داره اوکی. اینسایت گلوبال آی پی که رو اینترفیس بیرونی روترم وجود داره و حتی روتر بعدی. و اوتساید گلوبال اون رنجیه که من میخوام بهش دسترسی پیدا کنم با استفاده از نت، با استفاده از نت. این سورسنت و دینت و پت رو که براتون توضیح دادم، میبینید بچه ها درخواستاشون رو پورت های مختلف رفته. پت رو که بهتون گفتم مثلا 10.25 10.50 میبینید رو پورت های مختلف درخواست رفته، ولی همه شون یه آی پیه 176.100 176.100 با عنوان مبدا، ولی مقصد که اون سروریه که میخوام بهش برسه. اینم داستان نت. یکی دیگه از چیزای خیلی جالبی که داریم بحث مالتیکست. ما تو ایران زیاد باش کار نداریم غیر از حالا تو او اس پی اف و آر آی پی اینا که مالتیکست میکنه، ولی مثلا تو کشورهای خارجی و حتی بعضی جا اینجا مثلا بحث آی پی تی وی رو داریم یا آنلاین استریمینگ رو داریم، اینی که مثلا سیستمای ما بتونن آنلاین تی وی رو نگاه کنن. اینجاست که از بحث مالتیکستینگ استفاده میشه. اینا همشون یک گروهن، یه آی پی دارن از 224 تا 239 ها شروعش. بعد اینا همشون از این رنج مثلا 6 تا کامپیوتر یه آی پی دارن، بعد اینا این پکت رو دریافت میکنن. دو تا پروتکل معروف داریم، آی جی ام پی و پی آی ام برای این کار که معروف ترین ان شاء الله آی جی ام پی. خود آی جی ام پی تو 3 تا ورژن ساخته شده، ورژن 1 و 2 و 3. ورژن 1 کش اینجوری که کلاینت میگه آقا به روتر اعلام میکنه من میخوام جزء این مالتی کاست گروپ بشم که اون مقصده رو داشته باشم، و روتر 60 ثانیه یه بار چک میکنه بهش میگه سلام کلاینت هستی یا نیستی؟ اگه گفت اوکی هستم که اوکی، اگه ولی تا 3 دقیقه جواب نداده این 180 ثانیه اعلام میکنه که اونا نیستن. و این کوئریش هم آدرسشون همشون 224.001. IGMP version 2 رو داریم که میتونه کلاینت لید مسیج ارسال کنه، و IGMP version 3 رو داریم که از یه الگوریتمی داره تحت عنوان SSM یا Source Specified Multicast که میتونیم اون مبدعی هست که همه قرار ازش دیتا بگیرن مشخص کنیم از کی میخوام بگیرم. ممکنه تو این بانر شبکه که ما داریم چندین مثلا IPTV وجود داشته باشه. این داستان اینا که وجود داره. اینجا دقیقا اینجا مثلا نشون داده، میبینید ایشون این سورس مالتیکسته و اینا هم کلاینت های ما که بهشون میگن مالتیکست ریسیور و نان ریسیور که حالا دیتا رو میخواد بگیره یا هرچی. یه بحثی هم داریم تحت عنوان پی آی ام که بالاخره اینا موقعی میرسن به روتر باید روت بشن دیگه. این پروتکل معروف این کاره که دو حالته، پی آی ام دی ام و پی آی ام اس ام. دی امش میشه دنس مود، دنس یعنی پرپشت ها، و اس امش میشه سپارس مود یعنی خلوت. که این فقط سر اینه که این موقعی که میخواد این مسیره رو تشخیص بده بین روترهای مختلف، این واقعا همه جا رو چک میکنه و بهترین مسیر رو انتخاب میکنه. ولی تو حالت SMش که بقولم اسپارس خلوته دیگه مسیر بهینه و اینا براش مهم نیست، یعنی خودش فقط یه مسیر رو پیدا کنه براش کافیه. اینم از پایان فصل ششم شما. انشالله جلسه آینده بحث زیبای ون رو شروع میکنیم و امیدوارم که تا اینجای کلاس براتون جذاب بوده باشه و ادامهش هم فوق‌العاده دوست داشتنی. خواهد بیم لایک برای همیشون دوستانه عزیزم. موفق باشید.